معصوم نیست. خب مجبورم میارم بالا، معصوم نیست، ممکنه مثلا اشتباهات کوچیکی هم داشته باشن، ولی خب در کل دارن. ببینید الان شما چند نفری میشید؟ من به تنهایی نمیتونم، با وقت نمیرسه من دیگه سکوت میکنم. آره. خب فقط میخواستم راجع به من میخواستم بهت بگم، خب مجاهدین همین امروز حاضرن تو هر دادگاهی، نه اینکه بعد از سرنگونی. خب رژیم الان تو ایران یه دادگاه را انداخته، خب دادگاهی نمیدونم کشتار 17,000 شهید و امثال هم، مجاهدین اعلام کردن در هر دادگاه بین المللی رژیم بیاد شرکت کنه، ما هم شرکت میکنیم. مثل همون دادگاه های اتحادیه اروپا و انگلیس و آمریکا، ما 100% پیروز خواهیم بود. خب ولی رژیم هرگز جرأت نخواهد کرد که تو همچین دادگاهی شرکت بکنه. خب ما همین امروز حاضریم تو هر دادگاهی، مجاهدین حاضرن تو هر دادگاهی شرکت بکنن، بعد از سرنگونی هم نه. خب من زیاد صحبت کردی من یادم نیست همه چیزا رو. خب باش ببخشید من آریا رو هم بیارم بالا، چون آریا هم کلی منتظره، ولی موضوع بحثش چیزه بالا. البته موضوع بحثش مجاهدین. آره محمود هم دارم میبینم منتظره، ولی محمود جان فکر کنم دیگه به تو نرسیم، شرمنده. یه چیزی بگم آرمین، اینجوری پیش بره آرمین جان، فکر کنم اینجوری پیش بره ما کم کم باید تلویزیون 24 ساعتمون رو راه بندازیم. خب ببینید مجید سریع فقط زیر 10 ثانیه حرف، 30 ثانیه حرف تو بزن دیگه بریم سراغ آریا. بعد تموم کنیم یه جواب من کوچیک بدم با آقای بابک. آقای بابک نه 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 امیر جان ما الان 4 ساعت برنامه داریم مجید. کوتاه آقای بابک، ببینید 25 روز بعد از عملیات به اصطلاح عملیات چلچراغ مجاهدین، خمینی زهر صلح رو نوشید. خب و بعد رفسنجانی تو اون عملیات شعار میدادن امروز مهران فردا تهران، خب بزرگترین لشکر زرهی قزوین رو نابود کردن مجاهدین. خب بعد رفسنجانی پسر احمد و خامنه ای رفتن پیش خمینی گفتن مجاهدین دیروز پاسکا میگرفتن، امروز گفتم کوتاه. نه ببین ما 4 ساعت اینجایی. آره. ما باید بریم، ما زندگی. چرا یک هفته بعد از 25 روز بعد از اون عملیات خمینی زهر صلح رو نوشید؟ خب گفتی دیگه مجید. نه بابک جواب نده. مجیدن کوتاه کوتاه که آخه یه سری مسئله کوچولو، ولی این دوست عزیزمون من اصلا نمیدونم برای چی شما داری از اینا اینجوری حمایت میکنی؟ چرا نمیتونی یه دونه انتقاد ازشون بکنی؟ این اصلا خصلت شما همینه، چون فکر میکنین همه کارتون پرفکت بوده و هیچ کارتون اشکالی نداشته. الان شما داری میگی که وقتی ما جنگو شروع کردیم، الان بابک از شما میپرسه شما به ایران حمله کردی، میگی جنگو شروع کردیم، ما اونایی کشتیم که میخواستن برن کربلا رو بگیرن. آقا من اون موقع سرباز بودم، منو فرستادن. شما میگی لشکر قزوین کی بوده؟ سرباز بوده، مال ارتش بوده، مجبوره باشه بره اونجا جلوی شما وایسه. کیو کشتی؟ یکی مثل من. من که طرفدار جمهوری اسلامی نبودم، من رفتم اونجا خدمت، مجبور بودم بیام جلوی شما وایسم. حمله کردی به ما، حمله کردی به کشوره، بعد با صدام نشستین همدستی کردین، الان اومدی اینجا داری میگی ما اروپا هم داریم مثلا فعالیت میکنیم. مگه از اروپا شما اروپا رو داری الان با صدام حسین یکی میکنی؟ صدام حسین میذاشت اونجا نفس بکشین شما اگه طرفدارش نبودین، اگه هر کاری که میخواست نمیکردین. صدام حسینی که بمب شیمیایی میزد به ما. من کاری ندارم جمهوری اسلامی چی کار کرده چقدر بده، ولی با آدم بدتر از جمهوری اسلامی هم نمیتونم همدست بشم چون مخالف اون بوده. یه صحبتایی شما داری میکنی، شما حمله کردی به ایران، با کی؟ با چی؟ با تانکایی که اون در اختیارتون گذاشته، با اسلحه‌ای که اونا در اختیارتون گذاشته. اسلحه کجا آوردین شما؟ شما رفتین اونجا اشرف، اسلحه‌هاتون از کجا اومد؟ میگی من نمیدونم اونا هیچ حمایتی نکردن، ما با اونا هیچ کاری نداشتیم. اینا کوتاه بود، امیدوارم دفعه دیگه که اومد از اول با هم شروع کنیم به بحث کردن. حالا میخواد اجازه بده من دیگه میرم پایین. اجازه بده من جواب ایشون رو بدم. کوتاه امیر جان کوتاه، چون ما 4 ساعت و 20 دقیقه بله. ببینید اینا مسائل 42 سال مسئله چیز هستش. خب نمیشه کوتاه جواب داد. ولی کوتاه اگه بخوام کوتاه جواب ایشون رو بدم، خب این هستش که شما
یک خونه ای بود، یک اتاقی بود خب، که ما بیرون از اون اتاق بودیم و صدای زجه های خواهر، برادر، دوست، آشنای خودمون رو تو زندان های اوین میشنیدیم که دارن شکنجه میشن، دارن اعدام میشن خب، و ما میخواستیم وارد این اتاق بشیم و اون عزیزان خودمون رو نجات بدیم، مردم ایران رو از دست این جلاد نجات بدیم. یک عده وایستادن دم این در با اسلحه، یکی لباس سربازی پوشیده، یکی پاسداری، یکی بسیجی، نمیذارن ما وارد بشیم. خب شما اگه باشی آقای مجید، شما برمیگردی میری یا میری میزنی این به اصطلاح پاسدار و بسیجی و سربازی که وایستاده اونجا، اینو میزنی که نه من کار احمق، ببخشید، کار احمقانه نمیکنم که همتون سال 67 بلند شدن اونجوری همتون رو اعدام کردن. میذاری به خواهر برادر رو شکنجه کنن، تجاوز بکنن، بله شما میذاری، ولی کار احمقانه نمی کنم پاشم برم حمله کنم، هم خودم رو نابود کنم، هم اونایی که تو زندان بودن هیچ گناهی نداشتن، فقط به خاطر طرفدار بودن با سازمان همشون رو اعدام کردن، که ما الان باید بشینیم اینجا خوشحالی کنیم که یکیشون رو گرفتن تو استکهلم دارن دادگاهی میکنن. بله پس خمینی بیگناه بود، تقصیر ما بود که اونا رو اعدام کرد. بله حرف شما مقصر بودیم. بله شما مقصر. هم مقصر بله. بودیم به خاطر کار احمقانه ای که سازمان بله. انجام داد، مقصر اعدام ها شما هم هستین. اگر یه موقع دادگاه بشه شما رو هم باید بکشن تو دادگاه دونه دونه تونو که چرا این حرکت رو انجام دادن؟ چون دستشون بگیرن. 50-50 تقسیم کردی با خمینی، پس جنایات خمینی رو 50-50 با ما تقسیم کردی. شما اصلا کپی کپی خودشونی. شما کپی کپی خودشونی. آقای مجید منم سرباز بودم خب، ولی فرار کردم. من گفتم من حاضر نیستم برم جنگ تا پیروزی بکنم، راه قدس از کربلا میگذرد، و برم فدای خمینی بشم خب. شما مقصر خودتی، مردم الان ببینید نتیجهش چیه، داره ایران نابود میشه. یک رژیمی رو حمایت کردی، یک جنگ خانمانسوزی رو 8 سال ادامه دادید، هیزم اون جنگ شماها بودید خب. ما حاضر، ما میخواستیم تناب دار رو که خود خمینی میگفت سلطناب داره بندازیمش به گردنش، و شما این حرف رو یوتیوب هست که دارین، شما داری با صدامی میگی که میخواست قادسیه دوم رو ایجاد کنه، چی میگی؟ اومده بره اهواز رو بگیره. بله صدام بعدن به فلات کردن صحبت از چی صحبت هایی میکنی آخه تو؟ بله بعدن گفت من صلح میخوام خب، و ما باش قرارداد صلح نوشتیم. مگه خود خمینی قرارداد صلح ننوشت؟ شما کی بودین که قرارداد صلح با اون بنویسین؟ چقدر اندازتون چقدره؟ چرا انقدر اندازه خودتون رو گنده میکنین؟ من نماینده تمام مردم ما دولت موقت الان تشکیل میدین که ما 6 ماه میایم بعد میدیم، شما میدین، شما حکومت رو بعد 6 ماه میدین به دست ما؟ ما نماینده مردم، ما نماینده تمام مردم صلح طلب بودیم خب. نماینده شما عمرن اگه بودی، نماینده شما نبودیم، نماینده شما نبودیم که میگفتید جنگ تا پیروزی راه قدس کربلا میگذره. ثابت کن تو نماینده آدمای صلح طلب بودی. خب شما صلح میخواستید یا نمیخواستید؟ به من سال 62 شما ولی نماینده ای من نبودی. نه آقای مجید، من ازتون این سوال میپرسم، شما سال 62 صلح میخواستید یا نمیخواستید؟ سال 62 میخواستید. خب برای شما چه فرق میکرد خمینی این صلح رو امضا بکنه یا مسعود رجبی؟ چه فرقی میکرد؟ برای اینکه خمینی سر قدرت بود صلح انجام میشد، مسعود رجبی رفت اونجا تازه به ما جنگ هم جد. اصلا مسعود رجبی چیکاره بوده بره صلح انجام اوکی. بده باشه فهمیدم. پس شما به خمینی رو اعتقاد داشتید بهش؟ بله بفرمایید. یعنی من دارم ایشون میگه ترجیح میدادن خمینی بابا میگه هیچ نمیگه، میگه خب هیچ کار است حالا اون صلح بکنه معنی نداره، منظورش معنی نداره اصلا. چه معنی داره صلح کردن؟ من برام اصلا گوش میکنید ایش میگه الان من برام یه موضوع دیگه، هر کدومشون اومدن در مورد مرضیه، این مرضیه رو میزنن تو سر ما. مرضیه پس چی بود؟ مرضیه چی بود؟ یه بار اونجا نوشتم اگه مرضیه 20 سالش بود، ترگل برگل بود، میذاشتیم بدون اجاب پاشه بره اونجا آهنگ بخونه؟ اون یا یه پیرزن رو برداشتین اونجا کردین تو حبس، برای خودتون کردین، یه هنرمند ایرانی رو قبضش کردین. اون در ذهن شما بعد هم هی میزن تو سر ما که رفته رو تانگ نشسته واسه ما آهنگه نمیدونم چین 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 مین چین پین چین خونده. اصلا چی حرفای علکی بلکی همه رو میچسبونم با هم.
پروپاگانده های عجیب و غریب. ببخشید بابک جون، من میگم خودم رو گفتم عجیب، چون خودت هم سنت هم میخوره دارم میگم. حتی من چون یه زمانی موسیقی سنتی کار میکردم دارم میگم. البته زمانی که مرضیه هم این کار کرد میدونی که از محبوبیتش هم واقعا تو جامعه ایرانی خیلی کم شد. اگر خیلی خیلی کم شد بابا پدرانمون رو میگم. خیلی از خیلی خوب، هر کی عباس اینا خون ارزشش یه ذره اومد پایین. عارف بارف هم ولی اینا زود کندن. یه دفعه رفتن یه کنسرت دادن اونجا، وی گیم بود نمیدونم کی بود، خیلی بودن خواننده های مختلف، رفتن یه کنسرت دادن توی اونجا بعدش ولی همشون جدا شد دیگه، داره منحرف میشه. امیر میخوام بهت بگم یه جمله حرف آخر بزن، ولی فقط فکر کنم میخوایی الان انشاء بدی. من باید برم سراغ آریا، چهار ساعت هم من چهار ساعت و نیمه بالا هستیم. میتونی یه کوتاه حرف آخر تو بزنی یا نه کوتاه؟ منو میگی؟ آره حرف آخرتو کوتاه بزن، روزایی دیگه بهتر وقت میدیم. حرف آخر من این هستش که این رژیم الان داره ایران رو نابود میکنه، خب، و ما نیاز به اتحاد داریم و نه به اصطلاح به همدیگه بزنیم. اگر اتحاد هم نمیخواید بکنید، حداقل به همدیگه نباید بزنیم و هر چی داریم، هر گلوله‌ای داریم به سمت رژیم باید شلیک بشه. خب این حرف آخر منه. اگر شما لطف بکنید یک آلترناتیو بهتری به من معرفی بکنید از اینو گفتیم. بله. من گفتم بله. با تشکر. مرسی مجید، مرسی امیر جان. ولی اتحاد فقط اینا از طرف خودشون میگن، یعنی ما بریم با اینا اتحاد کنیم، اینا هیچ وقت نمیخوان بیان با ما ها اتحاد کنیم. اینا هست اینا گفت، این خود گفته. ممنون از جفتتون. من گفتم اگر اتحاد نه دیگه، ما باید بریم سراغ نمیشه، باید بریم سراغ حضور داشتی. خیلی ممنون امیر رفای بعد. آره فقط یه هم بگم، همین که به هر حال جسارتش رو داشتی اومدی اینجا تو برنامه ما، این صحبت ها رو هم کردی، واقعا من ازت سپاس گذارم. امیدوارم برنامه های دیگه هم بازم ببینیمت 100%. و به هر حال امیدوارم تا برنامه های دیگه نقدی پیدا بکنی حداقل.